به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دوستان. حمیده زاره هستم، با دوره آموزشی اکولوژی بذر از فرادرس در خدمتتونم. خب بریم سراغ بحثمون، یعنی دانش اکولوژی بذر. این علم مجموع عوامل خارجی که روی رفتار بذر اثر گذارند رو مورد بررسی قرار میده. اگر بخوام اهمیتش رو از لحاظ کاربردی براتون توضیح بدم، با ذکر مثال شروع میکنم. اول اصلاح مراتع. فرض کنید که توی یک پروژه‌ای ما تصمیم به اصلاح یک مرتع داریم و برای این کار میخوایم از بذور بومی همون منطقه استفاده کنیم. خب این در حالیه که بذور اون منطقه به طور طبیعی احتیاج به یک دوره پسرسی دارن تا بتونن جوونه بزنن. مثلا فرض کنید که بذور این منطقه فصل پاییز میرسن، با گذروندن فصل زمستون و سرمای اون مواد بازدارندشون حذف میشه و در بهار آماده جوانه زنی میشن. خب اگر ما اطلاعات کافی در رابطه با این رفتارهای بذر نداشته باشیم، ممکنه بیایم از بذور تیمار نشده استفاده کنیم یا بذور رو در زمان نامناسب کشت کنیم و میبینیم که در نهایت با صرف هزینه های گزاف به نتیجه مطلوب نمیرسیم، چون جوانه زنی رو در مرتعمون مشاهده نمی کنیم. مثال بعد مبارزه با علف های هرز هست. در بحث مبارزه هدف ما ریشه‌کن کردن علف های هرزه. اگر ما اطلاعات کافی در رابطه با بذور این علفهای هرز نداشته باشیم، از رفتارهای خواب اونها، مکانیزمهای مقاومتیشون اطلاعات کافی نداشته باشیم، ممکنه بیایم از سیمارهای نامناسب برای حذف علفهای هرز استفاده کنیم و در نتیجه به اون هدفمون نرسیم. حالا بریم سراغ خود بذر. اصلا بذر چیه؟ بذر یه گیاه جنینیه در قالب یک پوشش حفاظتی از جنس بافت مادری به نام پوسته. در اینجا دو تا تصویر رو ملاحظه می کنید. تصویر اول مربوط به بذور تک لپه و تصویر دوم مربوط به دو لپه ای هاست. تفاوت این دو تا گروه در محل ذخیره کردن مواد غذاییشون هست. تو تک لپه ای ها مواد غذایی درون بافت اندوسپر که یه بافت جدایی از جنین هست مواد غذایی ذخیره میشن. اما در دو لپه ای ها نه، مواد غذایی درون لپه ها که جزئی از جنین محسوب میشن این ذخیره سازی انجام میشه. دوره زندگی یک گیاه با جوانه زنی آغاز میشه. با استقرار گیاه چه تداوم پیدا میکنه، به مرحله بلوغ میرسه و از اون مرحله وارد فاز تکثیر میشه و به طرق مختلف و منحصر به گونه خودش نسل بعدش رو به وجود میاره. انتخاب طبیعی راهبرد تولید مثلی رو تحمیل میکنه. اما این راهبرد چیه؟ این راهبرد انتخاب جامع ترین راه حل واسه مشکلات گیاهه. مثل چی؟ دقیقا مثل اندازه‌ای که تولید مثل میتونه از اون شروع بشه. فراوانی نظم تولید مثل بعدی، مقدار منابعی که باید به هر رویداد اختصاص بده. اندازه و تعداد بذور تولیدی هست که گیاه با اون روبرو میشه. ایده توازن بین فعالیت حیاتی در سال 1966 به وسیله کودی در قالب اصل تخصیص مطرح شد. گفت هر موجود زنده‌ای طی دور زندگی خودش یک سری منابع محدود داره. این منابع یعنی چی؟ یعنی عناصر غذایی، انرژی، زمان. و اون میاد این منابع رو بین فعالیت‌های حیاتی خودش که شامل نگهداری، دفاع، تولید مثل و رشد هست تقسیم می‌کنه. خب بنابراین می‌بینیم که بین تخصیص منابع و فعالیت‌های مختلف یک توازنی برقراره. مثلا اگر یک گیاهی در معرض گیاه‌خواری قرار داشته باشه، یعنی در معرض شکار قرار داشته باشه، اون منابعی رو که قرار بوده صرف فعالیت‌های حیاتیش کنه، میاد صرف دفاع می‌کنه، صرف رشد نمی‌کنه. و این یعنی توازن بین این منابع و بین فعالیت‌ها. تکامل سطوح مختلف تخصیص به تولید مثل عمدتاً به سطح و میزان برهمزدگی زیستگاه مربوطه. زیستگاه‌های برهمزده مثل زمین‌هایی که شخم زده هستند، جایی که زلزله اتفاق افتاده یا دچار رانش شده، محل‌های سیل و یا آتش سوزی. در این مکان‌ها می‌بینید که تراکم پوشش گیاهی پایین هست. گیاهان به سرعت کلونی سازی میکنن، چرخه زندگی گیاه کوتاه، بلوغشون زود هنگامه و به سرعت تولید مثل انجام میشه. بنابراین گیاهان بالغ هم اندازه کوچکی دارن و احتمالاً شایستگی با بذور تولیدی هم بستگی مستقیم داره. اما دسته دوم زیستگاه‌هایی هستن که از ثبات بالا برخوردارن.
همچین زیستگاه‌هایی انتخاب طبیعی به نفع گیاهان چند ساله با اندازه و جثه بزرگ هستش و منابع بیشتری رو به رقابت با گیاهان مجاورشون اختصاص داده و انتظار میره که تخصیص به نفع رشد رویشی و احتمالاً دفاع در برابر گیاهخواری باشه و تولید مثل کمتری هم صورت بگیره. مرگ و میر هم به میزان زیادی وابسته به تراکم و مراحل اولیه استقرار باشه. سیر زندگی هر گیاه نتیجه خطر مرگ و میر وابسته به سنه. معمولا گیاهان به دو دسته تقسیم میشن. گیاهان مونوکارپیک که فقط یک بار در سال بذر تولید میکنن و گیاهان پولیکارپیک که به شکل مکرر و طی دوره‌های نامحدودی بذر تولید میکنن. عمر گیاهان مونوکارپیک ممکنه یک ساله باشه که یک سالها اغلب چرخه زندگی چند هفته‌ای رو دارن. برخی موارد ممکنه که چندین نسل در سال داشته باشن. دسته دوم گیاهان دو ساله‌اند که معمولا سال اول منابع ذخیره‌ای می‌سازن و سال دوم تولید مثل رو انجام میدن. دسته سوم گیاهان چند ساله یک بار میوه دهندن مثل بامبو. اینها سطح بالایی از مواد رو طی دوره طولانی ذخیره میکنن و چون فقط یک بار فرصت تولید مثل دارن انتظار میره که حداکثر مقدار ممکن از منابع رو به تولید مثل اختصاص بدن. سن اولین تولید مثل توانایی بالقوه سرعت رشد جمعیت هر موجود زنده رو تعیین میکنه و هر تأخیری در اون یه تاوان جمعیتی که نامتناسب هم هست رو به دنبال داره. مثلا گیاهی که تو زمان اولین تولید مثل دچار تأخیر 44 درصدی شده باشه، برای جبرانش تو دراز مدت نیاز به سه برابر شدن باروری داره. برای خیلی از گیاهان یه اندازه آستانه وجود داره که امکان تولید مثل مستلزم رسیدن به اونه. برای بیشتر گیاهان اندازه آستانه مربوط به نیازهای ساختاری مثل تشکیل آغازش گله. البته عواملی مثل تغذیه و رقابت هم سن اولین تولید مثل رو تحت تأثیر قرار میدن. سال 1988 تو ژاپن محققا اومدن رابطه بین زیستوده تک بوته و تخصیص تولید مثل گیاهان علفی از جمعیت‌های طبیعی رو که شامل 16 تا یک ساله، 2 تا گیاه دو ساله و 14 تا چند ساله بود رو تو دو مرحله گلدهی و میوه‌دهی مورد ارزیابی قرار دادن. نتیجه به این قرار بود. یک ساله ها و دو ساله ها تنوع گسترده ای از نظر اندازه بوته تو مرحله گلدهی داشتن. میزان تخصیص هم ثابت بود. یعنی جدای از این که اندازه گیاه والد چقدر باشه، باز همون سهم از منابع رو به گلدهی اختصاص دادن. چند ساله ها از نظر وزن تک بوته تنوع کمتری داشتن. با افزایش اندازه هم تخصیص تولید مثلیشون کم می شد. البته تو هر دو گروه استثناءات هم وجود داره. مثلا در گاوپنبه که گیاه یک ساله است بین وزن دانه و وزن رویشی یه رابطه لگاریتمی وجود داره. یا مثلا گونه های چند ساله آلاله تخصیص تولید مثلیشون مستقل از اندازه گیاهه. در اینجا دو تا نمودار براتون آوردم. نمودار الف رابطه بین وزن کل گیاه و وزن ساختارهای تولید مثلی هست و نمودار ب رابطه وزن کل گیاه و تخصیص تولید مثلی. در هر دو نمودار دو تیپ گیاه آوردیم. گیاهان بی صفر گیاهانی هستند که برای اینکه وارد فاز زایشی بشن و تولید مثل را انجام بدن وابسته به اندازه و جثه نیستن و در واقع تخصیصشون مستقل از اندازه گیاه هست. اما گیاهان تیپ بی دو گیاهانی هستند که برای اینکه وارد فاز زایشی بشن و تولید مثل را انجام بدن وابسته به جثه و اندازه هستن، یعنی یک اندازه حداقلی رو لازم دارن. همین تفاوت باعث میشه که شما تفاوت در خط نموداری اینها ببینید. گیاهان بی صفر در نمودار الف چون مستقل از اندازه هستن نمودارشون از عرض از مبدأ عبور کرده، اما گیاهان بی دو میبینید که به این شکل نیست و نشون میده که یک وزن حداقلی رو لازم دارن. در بحث تخصیص تولید مثل تیپ بی صفر تخصیصشون مستقل از اندازه هستش و میبینید که با هر جثه اینها یک تخصیص تولید مثلی دارن و عدد ثابتی هست. اما در تیپ بی دو اینطور نیست، نمودارشون به شکل منحنی در اومده. یعنی هرچه وزن افزایش پیدا کرده تخصیص به طور نامتناسب افزایش پیدا کرده تا به نقطه‌ای میرسیم که به خط مجانه به تخصیص نزدیک میشه. در اینجا نرخ افزایش آرام آرام کاهش پیدا میکنه. به خاطر همین نمودار شکل منحنی شده، به شکل کوژ در اومده.
با دوره آموزشی اکولوژی بذر، راهکارهای تولید مثل در خدمتتونم. همونطور که میدونید، دوره زندگی با جوان زنی بذر آغاز میشه، با استقرار گیاهش تداوم پیدا میکنه و در نهایت گیاه بالغ تولید میشه. در این مرحله گیاهان به طرق مختلف تکثیر میشن که یکی از اونها تکثیر توسط بذر هست. پس همونطور که میبینید، اولین نقش بذر تولید و تکثیره. این که میگیم تکثیر به اون معنا نیست که بذر عامل افزایش تعداد افراد یک گونه است. خیر. در یک جمعیت پایدار، هر گیاه بالغ توسط یک گیاه بالغ دیگر جایگزین میشه که برای رسیدن به این منظور نتاج تولیدی توسط گیاه به طرق مختلف قبل از رسیدن به مرحله بلوغ از بین میرن. دومین نقش بذر پراکنش و مهاجرت است. بذر به واسطه اندازه کوچکتر خودش نسبت به گیاه بالغ قابلیت پراکنش و جوان زنی در نواحی جدید رو داراست. سومین نقش بذر این هست که به عنوان ابزار بقا شناخته میشه. چرا که بذر به دلیل اینکه قابلیت تحمل رنج وسیع تری از دما و رطوبت رو نسبت به گیاه بالغ داره و میتونه تا زمانی که شرایط مناسب برای جوان زنی فراهم نشده در فاز رکود باقی بمونه، به عنوان ابزار بقا برای گیاه شناخته میشه. خب در اینجا به توضیح در رابطه با انواع تولید مثل در گیاهان میپردازیم. تولید مثل به دو دسته کلی تولید مثل جنسی و غیر جنسی طبقه بندی میشه. تصویری که در اینجا ملاحظه میفرمایید مراحل تکثیر به روش جنسی رو داره توضیح میده. اما انواع تولید مثل، ابتدا به تولید مثل جنسی میپردازیم که بیشتر در گیاهان علفی یک ساله و چوبی مشاهده میشه. در این شیوه با ترکیب تصادفی گامت نر و ماده نتایجی با تنوع ژنتیکی حاصل میشن و این یکی از مهمترین ویژگی های این نوع از تکثیر هست. در واقع هر بذر به لحاظ ژنتیکی منحصر به فرده. مزیت این روش هم ایجاد انعطاف پذیری ژنتیکی بالا در بین نتاجه و باعث میشه که در برابر فشارهای انتخاب طبیعی احتمال بقای بیشتری داشته باشن. همینجا من یک توضیح در رابطه با دو اصطلاح تنوع ژنتیکی و خلوص ژنتیک خدمتتون بگم. ما در این درس که اکولوژی بذر هست در رابطه با گیاهان وحشی صحبت میکنیم و مزیتی که در اینجا شناخته میشه تنوع ژنتیکی هست. اما در بحث اصلاح نباتات، چون ما به دنبال ارقام هستیم، به دنبال ویژگی های یک صفت خاص هستیم، در اونجا خلوص ژنتیکی برای ما اهمیت داره. خب روش بعدی تولید مثل غیر جنسی هست. در این شیوه از تکثیر نتاج از طریق اندامهای رویشی موجود در گیاه مادری به دست میاد و این شیوه بیشتر در گیاهان علفی چند ساله مشاهده شده. البته این گیاهان به هر دو شیوه تولید مثل تکثیر میشن و اینکه از کدوم روش تکثیری استفاده کنن بستگی به شرایط محیطی داره. نتایج حاصل از این روش به لحاظ ژنتیکی شبیه به همدیگه و شبیه به گیاه والد هستند. هر واحد تولیدی در این روش همسانه نام داره. همسانه ها در کنار هم کلونی رو تشکیل میدن و هر یک از اونها مستقلن بیشمارن، اما در این حال جزئی از گیاه والد محسوب میشن. در اینجا چند مثال از انواع اندام های رویشی در گیاهان مختلف رو میبینید. مثل استولن در آلاله خزنده، ریزوم در گیاه زنبق، پیاز در سوسن و یا بنه در گیاه زعفران. خب در اینجا تصویر رو که ملاحظه می‌فرمایید مربوط به یک شیوه از تکثیر غیر جنسی هست که گیاه از طریق ریزوم تکثیر پیدا کرده. همونطور که می‌بینین ریزوم در خاک ریشه داده، 4 واحد گیاه مستقل یا همسانه رو تولید کرده و حالا هر همسانه تبدیل به یک گیاه بالغ شده. اما مزایای این روش، یکی از مهمترین مزیت‌هایی که برای تکثیر غیرجنسی قائل شدن غالبیت محلی هست. اینکه هر گیاه به شکل جانبی توسعه پیدا می‌کنه و در مدت زمان کوتاهی ناحیه‌ای رو به وسعت چند متر و یا چند کیلومتر تحت پوشش خودش قرار میده. خب اگر قرار بود که این اتفاق با تکثیر جنسی اتفاق بیفته، هزینه اون برای گیاه بیشتر بود. یعنی در تکثیر غیر جنسی با صرف هزینه کمتر در مدت زمان کوتاه‌تری ناحیه رو به وسعت بالا میتونه بپوشونه. دومین مزیت این روش بقای نسبتا زیاد همسانه ها در مقایسه با گیاهچه هاست.
یه مطالعه جمعیت شناسی روی گیاه آلاله خزنده انجام دادن و دیدن که طول عمر مورد انتظار برای همسانه ها 2 سال و برای گیاهچه ها 0.6 سال هست. اما از معایب روش تکثیر غیرجنسی، یکی از مهمترین ایرادات این روش ایجاد یک نواختی ژنتیکی هست. همونطور که قبلا هم عرض کردم، نوتاش همسانه هستن، یعنی به لحاظ ژنتیکی به هم دیگه و به گیاه والد شباهت دارن. این یک نواختی ژنتیکی منجر به کاهش انعطاف‌پذیری ژنتیکی نوتاژ در برابر فشارهای انتخاب طبیعی و در نتیجه حساسیت بالای اونها در برابر این فشارهاست. البته این رو هم بگم که این اصلا به اون معنا نیست که گونه هایی که از این طریق تکثیر میشن در طبیعت ناپایدارند. خیر، گونه هایی داریم که سالهای متمادی و مدت زمانهای طولانی در طبیعت پایدار باقی موندن و به نوعی میتونیم بگیم اونها جزء گونه های دائمی در طبیعت هستن و تنها هم از همین روش تکثیر بهره بردن. اما سازوکارهایی هم وجود داره برای جلوگیری از خویشاوندی. گونه هایی که تکثیر غیرجنسی وسیع دارن، سازوکارهایی دارن که کمک میکنه به اجتناب از تلاقی درونگونه‌ای، یعنی مثل گزنه، مثل خارلته، مثال هایی از این نوع هستن. اینها داره کلونی های پدری یا مادری هستند، یعنی دو پایم، و برای جلوگیری از تلاقی درونگونه‌ای دگرگونی تنها در بین کلونی های متفاوت اتفاق میفته. یه بحثی هست تحت این عنوان که میگه نتیجه تولید نتاج رویشی و بعض ممکنه بهره‌وری رو با ترکیب مزایای هر دو روش تکثیر به حد اکثر برسونه. بر همین اساس گرین و نوواک در سال 1995 یک مدلی رو ارائه کردن و گفتن که حتی قسمتی از تکثیر جنسی میتونه به شدت برای زندگی تکثیر غیر جنسی مفید باشه. مثالی از این مورد رو میتونیم به زندگی جانورانی مثل ککهای آبی و شته‌ها اشاره کنیم. اینها به شیوه غیرجنسی تکثیر پیدا میکنند. اما همین جانوران بعد از تولید چند نسل غیرجنسی یک چرخه زندگی جنسی رو در زندگیشون دارن. آخرین نوع تکثیر آپومیکسی نام داره که در این شیوه بدون انجام لقاح بذر تولید میشه و بذور تولیدی به همدیگه و به گیاه والد شباهت دارن و این زمینه این که در این شیوه از تکثیر بدون صرف هزینه تکثیر جنسی مزایای تولید بذر رو دارن، یعنی تکثیر، پراکنش و ابزار بقا بودن. این شیوه در 34 تیره گیاهی به اثبات رسیده، به ویژه در تیره کاسنی و گل سرخ. گونه هایی هم هستن که متعلق به جنس های خاصن، مثل تاراکساکا، مثل هایرستیوم، مثل کرپسیس. به نظر میرسه که آپومیکسی یه نوع سازگاری به نبود عوامل گردافشان باشه، چون خیلی از این گونه ها برای القای نمو به بذر به گردافشانی نیاز دارن، هرچند که گامت های نر در این شیوه مورد استفاده قرار نمیگیره. با مبحث جدیدی از آموزش اکولوژی بذر تحت عنوان اختصاص منابع در شرایط متفاوت محیطی در گیاهان در خدمتتونم. خب، بحثمون رو با تغییر پذیری در تولید بذر شروع میکنیم. ابتدایاً به تولید بذر میپردازیم که یکی از اجزای مهم تکثیر گیاهان چند ساله است، اون هم زمانی که این گیاهان به سن و یا اندازه حداقلی برای تکثیر میرسن. اگر بخوام تنوع تولید بذر رو در گیاهان چند ساله تقسیم بندی کنم، میتونم 3 گروه رو در اینجا براتون معرفی کنم. دسته اول مربوط به درختان مناطق مرطوب و گرمسیری هست که هر سال مقدار ثابتی بذر تولید میکنن و تغییرپذیری کمی در میزان تولید بذرشون وجود داره. دسته دوم مربوط به درختانی هست که با حشرات گردافشان همزیستی دارن، مثل درختان انجیری فیکوس که با زنبورهای انجیر گردافشان همزیستی دارن و میزان تولید بذرشون هم از سالی به سال دیگه متغیره. دسته سوم مربوط به حالتی هست که با اون وفور میوه‌دهی گفته میشه. به این معنی که در یک سال تمام تک‌بوته‌های یک جمعیت همزمان بذر زیادی تولید میکنن و در یک سال بذر کم و یا فاقد بذر هستن. این حالت یه ویژگی ذاتی بین این گونه هاست و بهش وفور میوه دهی میگن. این ویژگی تو خیلی از گونه های پایا از قبیل مخروطیان، درختان پهنبرگ معتدله و یک سری درختان مناطق گرمسیری دیده میشه.
اما سودمندی و وفور بذردهی در 4 دسته تقسیم میشه. یکی اقناع شکارگرهای بذر، کارایی گردافشانی، جور بودن منابع و پیشبینی شرایط مطلوب برای استقرار که هر کدوم از اینها رو با مثال براتون توضیح میدم. شاخص ضریب تغییرات یکی از مناسبترین شاخصها در توضیح بحث وفور میوه دهی هست و مقدار اون هم خیلی بستگی به تعداد سالهایی داره که بررسی رو انجام دادن. بالاترین ضریب تغییرات تا به امروز در گیاه چیان و کلاکراس سکولا با عدد 3.2 صدم طی 26 سال مطالعه در نیوزیلند به ثبت رسیده. اما نموداری که در اینجا ملاحظه می‌کنید مربوط به نوسان سالانه تولید بذر 16 گونه درختی تو منطقه جنگلی حفاظت شده اوگاوای ژاپنه. طی 9 سال بررسی را انجام دادن. ضمن اینکه اینها جزء جنگل‌های منطقه معتدله هستند. مقیاس جغرافیایی وفور همزمان تولید بذر ممکنه به حد هزاران کیلومتر برسه. تو بعضی جوامع فقط ممکنه 1 یا 2 گونه تحت تأثیر قرار بگیرن. اما تو بعضی جوامع دیگه ممکنه نسبت بالایی از گونه ها با هم طی سالهای خاص به گل برن و بذر تولید کنن. و این نمودار دقیقا همینو داره نشون میده. تعداد گونه های زیادی که طی 1 سال با هم به گل رفتن و سال بعد میبینیم بذر کمی تولید کردن و یا اصلا تولیدی نداشتن. خب اما بریم سراغ سودمندی های وفور میوه دهی. اولی موردی که قبلا هم اشاره کردیم اقناع شکارگرهای بذر بود. 2 تا مثال براتون توضیح میدم. یکی تو بحث بذور راش هستش. دیدن در درخت راش تو سالهایی که این درخت بذر کمی رو تولید میکنه ممکنه که تمامی بذور توسط شکارگرها خورده بشن. در نتیجه زادآوری و تکثیر برای سالهای پربار محدود بشه. همچنین اومدن یه سری بررسی رو درختان منطقه آمریکا شمالی انجام دادن. دیدن که بیشترین میزان وفور بذر و میوه دهی مربوط به گونه هایی هست که بیشتر مستعد شکار بذر هستند. اما سودمندی دوم مربوط به کارایی گردافشانی هست. دیدن تو سالهایی که وفور میوه دهی هست، یعنی سالهایی که تولید گل و به تبع اون کلاله و گرده هم زیاد هست، بنابراین احتمال تولید بذور پوک کاهش پیدا میکنه. یعنی گیاه انرژی کمتری رو صرف تولید بذور ناسالم و پوک میکنه، بنابراین سهم بذور سالم افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده این هست که کارایی گردافشانی افزایش پیدا کرده. سومین بحث سودمندی وفور میوه دهی روی جور بودن منابع هست. اندازه تولید بذر نشون دهنده استفاده بهینه از منابع. منابع مثل بارش، ساعت آفتابی و عناصر غذایی. مثلا اندازه تولید بذر در درخت زبان گنجش. بستگی کامل به تاریخ بردهی در سال قبل داره. یعنی بردهی زود هنگام بهاری موجب وفور بذردهی در سال بعد میشه. این نشون دهنده این هست که بردهی زودتر موجب فراهم شدن منابع در دسترس بالاتر برای تولید بذر شده. اما سودمندی آخر پیشبینی شرایط مطلوب برای استقرار گیاهچه‌ست. پدیده وفور میوه دهی ممکنه که در برخی موارد در پاسخ به یک علامت باشه و این علامت نشون دهنده وجود شرایط مناسب برای زادآوری گیاه باشه. برای مثال در ژئوفیت‌ها، اینها گیاهان چند ساله هستند که اندام زیرزمینی دارند. گلدهی اینها و بذردهیشون با آتش سوزی و علامت خاص اون که دود هست تحریک میشه. مثال دوم مربوط به تنک شدن تاج پوشش جنگل‌های حاره‌ای هست که در مالزی اتفاق میفته. این پدیده دقیقا مقارن با دوره‌های خشکی هست که به دنبال پدیده النینو اتفاق میفته. ما میبینیم که به دنبال این پدیده وفور گلدهی هم مشاهده میشه. در واقع در اینجا وفور گلدهی ممکنه یک پاسخ تکاملی برای بهره‌گیری از مزایای شرایط فراهم برای استقرار گیاهچه باشه. هزینه تولید مثل. هزینه که گیاه برای تولید مثل پرداخت میکنه از 3 طریق روشن میشه. اول کاهش رشد رویشی گیاه مادری هست. دوم کاهش ظرفیت تولید مثل آتی و در نهایت کاهش زندمانی گیاه هست. اما کاهش رشد رویشی گیاه مادری هزینه‌ای هست که در قالب کاهش رشد در موازنه بین تولید مثل جنسی و رشد رویشی اتفاق می‌افته. مثالی رو که در اینجا آوردم مربوط به ارزیابی هست که ویلسون و تامسون در سال 1989 انجام دادن.
این آزمایش اومدن رابطه بین حداکثر ارتفاع گیاه و درصد تخصیص تولید مثلی رو روی 8 گونه کشیده برگ یک ساله و 15 گونه کشیده برگ چند ساله انجام دادن. یعنی تو این آزمایش ما هم گیاهان چند ساله داریم هم گیاهان یک ساله. و در هر دو اینها دیدن که با افزایش ارتفاع تخصیص تولید مثلی هم کاهش پیدا میکنه. مثال بعدی مربوط به مطالعه‌ای بود که سال 1972 روی درخت قان انجام شد. نتیجه این مطالعه رو به شکل نمودار آوردم. رابطه بین نسبت میوه‌ها در محل جوانه و رشد انتهایی شاخساره هستش. مشخص شد که تولید میوه موجب کاهش رشد انتهایی شاخساره ها میشه. طی همین مطالعه محققا متوجه شدن که دو تا درخت قان به طور استثنایی میوه تولید کردن. همین امر هم منجر به کتولگی برگ ها، نقصان نمو و جوانه ها، مرگ سرشاخه ها، کاهش رشد ارتفاع و قطر تنه درخت شده. کاهش ظرفیت تولید مثل آتی که به ارزش تولید مثلی باقی مانده معروفه بر اثر تولید مثل جاری کاهش پیدا میکنه. موازنه بین تولید مثل جاری و آتی هم مورد تایید قرار گرفته. توی مطالعه اومدن کلاله بوته های شمعدانی رو حذف کردن و در نتیجه از میوه دهیش هم جلوگیری کردن. این عمل باعث شد که احتمال گلدهی اونها در سال بعد در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کنه. تو درخچه‌های لیندرابنزوین دیدن که تنک کردن میوه ها تو یک سال منجر به تولید میوه بیشتر در فصل بعدی میشه. خب این تیپ آزمایشات رو میشه به طور عکس هم انجام داد. مثلا الغای برخی بوته ها به میوه دهی بیشتر در مقایسه با میوه دهی کمتر. یک مثالش رو بخوام بگم برمیگرده به آزمایشات 11 ساله که روی جمعیت های ارکید انجام شد. تو سال اول با گردافشانی دستی گل ها نرخ میوه دهی رو 5 برابر کردند. اما همین گیاهان در سال بعد گردافشانی کمتری رو در مقایسه با شاهد انجام دادن. کاهش احتمال زندمانی. بزرگترین هزینه تولید مثل ناکامی گیاه مادری از نظر بقاست. برای گیاهان مونوکارپیک این یه اتفاق عادیه و یک الگو ته دور زندگیشونه. برای خیلی از چند ساله ها هم دیدن که تخلیه منابع در اثر تولید مثل عامل کاهش امید به زندگی. یک مطالعه روی جمعیت شناسی نخل آستراکاریو مکسیکانوم انجام دادن و دیدن که رابطه بین باروری درختان در یک سال معین و احتمال زندمانی اونها، احتمال بقای اونها در 15 سال آینده یک رابطه معکوس هستش. یعنی هرچی این باروری بیشتر هست احتمال بقا برای 15 سال بعد هم کاهش پیدا میکنه. این روند معکوسی هست که در اینجا میبینیم. بحث تخصیص تولید مثلی رو داریم. تخصیص تولید مثلی یه سهم و بخشی از منابع گیاه که برای تولید و ایجاد ساختارهای تولید مثلی اختصاص داده میشه. ساختارهای تولید مثلی مثل دمگل، مثل کاسپر و هر ساختاری گفته میشه که تو بخش رویشی وجود نداره. اما مشکلات اندازه‌گیری، مثلا اینکه همیشه معلوم نیست که چه ساختارهایی رو باید برای سهم تولید مثلی به حساب آورد. یا اینکه میوه ها اغلب روی گلازین های برگی چند شاخه ای تشکیل میشن که کارکرد اونها تا حدودی رویشیه. یا اینکه به دلیل تنوع گسترده مورفولوژیکی گلازین های گیاه تصمیم گیری های فردی درش دخالت داده میشه. به خاطر همین تامسون و استیوار سال 1981 توصیه کردن که هر ساختاری که تو بخش رویشی وجود نداشته باشه. اما برای گیاهان چند ساله، مثلا گیاه بلوط، برای که به برآورد تولید مثلی برسن، باید تولید سالانه میوه ها و تمامی ساختارهای مربوط، گردو و بخش خزان کننده گل، برگا و سرشاخه ها و ریشه ها، حتی تجمع چوب رو در نظر گرفت. به دلیل یه همچین پیچیدگی هایی، اطلاعات کمی در مورد تخصیص تو گیاهان چند ساله وجود داره. اما بحث تلاش تولید مثلی، سال 2000 محققان یه تمایز روشنی رو بین تخصیص تولید مثلی و تلاش تولید مثلی قائل شدن. گفتن که تلاش تولید مثلی میگه سهمی از منابع که از فعالیت رویشی منحرف شده باشه. شاید تو نگاه اول ببینیم که این دوتا تعریف، یعنی بحث تخصیص و تلاش، یکسان هستن. اما یه تفاوت مهم دارن. اون همین هست که اصل تخصیص
بر این مبناست که منابع فراهم برای موجود زنده یه مقدار کمیت ثابتی داره و اونچه که از این منابع به تولید مثل و تولید ساختارهای تولید مثلی اختصاص داده میشه از همون منبعه و در واقع داره از دیگر کارکردها کم میشه، گرفته میشه. اما تلاش تولید مثلی میگه که حتی بعد از ایجاد ساختارهای تولید مثل منابع میتونه افزایش پیدا کنه و در مجموع هر بخشی از منابع که مربوط فعالیت های رویشی نباشه میشه تلاش تولید مثلی. خب ما گفتیم منابع میتونه افزایش پیدا بکنه. بریم سراغ مثال های از این مورد. در مورد همون افزایش جذب منابع طی فاز زایشی. تو سه دسته تقسیم کردیم. یکی بحث فتوسنتز واحدهای زایشی هست. دیگری افزایش واحد میزان برگ، تغییر ساختار تاج پوشش و در نهایت به عنصری میرسیم که از طریق اون میتونیم به یک برآورد تخصیص داشته باشیم. خب، فتوسنتز واحدهای زایشی مثلا اکثر میوه ها و ساختارهایی که به اونها وابسته هستن میتونن تو مراحل اولیه نمو فتوسنتز کنن و در نتیجه در تولید خودشون حداقل از نظر تامین کربوهیدرات سهیم باشن. حالا اینکه چقدر سهیم هستن بسته به گونه گیاهی فرق میکنه. سال 1975 بیسکو و همکارانش به این نتیجه رسیدن که تو گیاه جو 47% وزن نهایی دانه مربوط به فتوسنتز برگ پرچم و فتوسنتز خود سنبل است. حتی توی بررسی دیگه که روی درختان خزان کننده انجام دادن دیدن که بافت‌های تولید مثلی درصدی از نیازهای فتوسنتزی گل‌ها و میوه‌ها رو خودشون انجام میدن. افزایش واحد میزان برگ تو بعضی گیاهان مثل مرغ و هلو تولید مثل با افزایش واحد میزان برگ همراهه. یعنی طی تولید مثل و نمو میوه توان مقصد افزایش پیدا می‌کنه و این افزایش توان با تغییرات تعداد برگ همراهه. در نتیجه میزان فتوسنتز هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین میبینیم که هزینه تحمیلی به گیاه مادری کاهش پیدا میکنه. البته این اتفاق عمومیت نداره و تا حدودی به شرایط محیطی بستگی داره. خب، تغییر ساختار تاج پوشش، سازوکار دیگه که به وسیله اون تولید مثل موجب افزایش جذب منابع میشه، تغییر ساختار تاج پوششه. اون هم با افزایش طول ساقه هستش. این پدیده موجب قرار گرفتن برگ‌ها بالاتر از سطح معمولی میشه. بنابراین خودسایه اندازی کاهش پیدا میکنه. به نظر میرسه که افزایش سطح کربن‌گیری هم تسهیل پیدا میکنه. خب همه این مواردی که گفتم بخشی از هزینه های تولید مثلی گیاهان مادری رو جبران میکنه. اما بهترین برآورد تخصیص با استفاده از کدوم یک از عناصر معدنی انجام میشه؟ تامسون استیوارد سال 1981 استفاده از عناصر معدنی رو بهترین جریان در زمین دونستن که برخلاف کربن، ساختارهای تولید مثلی هیچ مشارکتی در عرضه اونها ندارن. در استفاده از عناصر معدنی فرض بر اینه که این عناصر به سهولت در گیاه تخصیص مجدد پیدا می کنن. و طی دوره تولید مثل جذب عناصر از خاک بخش ناچیزی از مخزن موجوده. عنصری که بالاترین سهم موجودی اون به تولید مثل اختصاص پیدا کرده بهترین گزینه برای این قضیه است. البته این رو هم بگم که بسته به گونه گیاهی متغیره. اما معمولاً این عنصر فسفر و یا نیتروژنه. خب اندازه بهینه بذر. گیاهان سهم نسبتاً ثابتی از منابع خودشون رو به بذر اختصاص میدن. بنابراین بین اندازه بذر و تعداد اونها یک توازن برقراره. یعنی اگر تعداد بذر زیاد باشه، وزن بذر یا اندازه بذر کاهش پیدا میکنه. و بالعکس اگر تعداد بذر کم باشه، وزن اونها افزایش پیدا میکنه. خب مدل‌های زیادی برای توضیح همین موازنه تعریف شده که بهترین این مدل‌ها مدل بهینه‌سازی اسمیت و فریتول هست که در سال 1974 معرفی شد. این مدل رو در قالب این نمودار براتون توضیح میدم. نموداری که می‌بینید رابطه بین وزن بذر و احتمال بقا و استقرار گیاهچه‌ای هست که از این بذر به دست میاد و اساس این نمودار هم بر این هست که هر چه وزن بذر بالاتر باشه گیاهچه حاصل از اون قوی تره و احتمال استقرارش هم بالاتر هست. اما تو این نمودار گفته میشه که وزن بذر
ماحصل تلاش والد هست، یعنی سرمایه‌ای هست که گیاه والد برای بذر قائل شده. یک نقطه بهینه یا وزن بهینه برای بذر در اینجا تعریف شده. به لحاظ ریاضی، وزن بهینه بذر نقطه تلاقی خط راست شیبداری هست که از مبدأ داره عبور میکنه. تلاقی اون با این منحنی نقطه هست که وزن بهینه بذر رو داره تعیین میکنه. اما به لحاظ مفهومی این نقطه دقیقا نقطه هست که گفته میشه اگر مقداری از منابع از بذری به بذر دیگه منتقل بشه، اون شایستگی و برتری که برای بذر بزرگتر به دست میاد کمتر از اون شایستگی هست که از دست بذور کوچک خارج شده. بنابراین توی این نقطه اگر این اتفاق بیفته، گیاه مادری باید تلاش کنه که تا حد ممکن تعداد بیشتر و بیشتری از بذور رو با همین اندازه تولید کنه. از اونجایی که انتخاب طبیعی موجب به حداکثر رسوندن نتاج زنده میشه، تو نگاه اول به نظر میرسه که انتخاب به نفع بذور بزرگتر باشه. البته اگر بذور بزرگتر و به تبع اون گیاهچه‌های بزرگتر از توانایی بهتری برای غلبه و مخاطرات محیطی برخوردار باشن، احتمال بیشتری هم تو زنده موندن اونها به وجود میاد. اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده، مثل برهان سالیسبوری که سال 1942 معرفی شد. برهان سالیسبوری افزایش میانگین اندازه بذر را تو راستای شیب کاهش شدت نور از زیستگاه‌های باز گرفته تا مناطق سرپوشیده جنگلی رو مطرح میکنه. در اینجا سایه و کاهش شدت نور به عنوان یک تنش عمل کرده و در این شرایط تنها گیاهچه‌های بزرگتر که بنیه بالاتری هم داشتن توانایی مقابله و زندمانی در این شرایط رو پیدا کردن. به همین خاطره که چنین نتیجه هم به دست اومده. بیکر سال 1972 در مورد گیاهانی که در منطقه کالیفرنیا بودن وجود بذور بزرگتر رو در زیستگاه‌های خشک تایید کرد. اما وستوبی تو سال 1992 این نکته رو مطرح کرد که در گیاهان مناطق آبی بذور بسیار ریزی وجود داره. خب، نقدها و ایراداتی به این نتایج گرفته شده. اول اینکه گفته شد گیاهان در حال رشد هستند و ممکنه اطلاعات کافی درباره نیازمندی‌های گیاهچه‌ها در اختیار ما قرار داده نشده باشه. مثلا گیاهانی که توی مناطق سایه بودن ممکنه که تو فواصل باز یا شرایط با نور مناسب مستقر شده باشن. و یا اینکه اونهایی که در مناطق خشک بودن ممکنه گیاهان طی دوره‌های پرباران مستقر شده باشن. دومین نقدی که عمومی تر بود در نظر نگرفتن فیلوژنی بود. اما خب در ادامه مطالعات گسترده انجام شد. طی 10 سال نتایجی گرفتن و به تمام این نقدها پاسخ مناسب داده شد. اولین پاسخ مربوط به وستوبی بود که در سال 1996 به نتیجه رسید. بحثی که وستوبی مطرح کرد گفته شد که گیاهچه‌های حاصل از بذور بزرگتر از پاسخ بهتری در برابر انواع تنش‌ها برخوردار بود. تنشی مثل برگزدایی، خشکی و حتی رقابت با سایر پوشش‌های گیاهی. دومین اونها مربوط به مطالعات آرمسترانگ که با در نظر گرفتن فیلوژنی به این نتیجه رسید که توانایی مقابله با انواع خطرات در دوره کتیلدونی درون جنس ها و خانواده های گیاهی دقیقاً به اندازه بذر مربوطه. اما بین خانواده ها و رده های گیاهی چنین امری وجود نداره. در عوض برای تمامی سطوح ردبندی زندمانی در شرایط سایه شدید با بذور بزرگ هم بسته است. و وستوبی در نهایت زندمانی گیاهچه های حاصل از بذور بزرگتر در سایه شدید رو در بین تمامی سطوح ردبندی تایید کرد. بذور بزرگتر منبع ذخیره مواد غذایی بالاتری هم دارند. بنابراین با تولید گیاهچه‌های بزرگتر توان بالاتری برای مقابله با انواع تنش‌ها رو خواهند داشت.